سلام بچه ها خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از موزیکای این هفته نسخه 20 مهر ماه 1400 20 مهر میگم 20 آبان ماه 1400 موزیکای این هفته برنامه ای که توش من نیما جانویل میزبان شما هستم و میریم سراغ موزیکایی که طول هفته ریلیز شده در موردشون حرف میزنم نظرم رو بیان میکنم و تلاش میکنم تا جایی که میتونم موزیک های خوب متوسط و بد رو توی سه دسته یخ بلرم و داغ طبقه بندی کنم و با شما به اشتراک بذارم یخ موزیکایی یعنی که به نظر من تو تو لفته منتشر شدن موزیکای خوبی نبودن بلرم موزیکای متوسطی یعنی که نسبت بهشون سوسو سو بودن ولی میخواستم راجبشون حرف بزنم و داغ موزیکای پیشنهادی هفته ای منن منن آخر اپیزود یه سری معرفی برنامه های جدیدم رو داریم الان واسه اینکه وقتتون نگیرم میریم سر اصل مطلب بریم سراغ کتگوری یخ اولین موزیکی که میریم سراغش ترک اسکیپ پلن از ترویس اسکات که سینگل ترکی بود که قبل از استروفست واسه اینکه اون فستیوال یه مقدار هایپ بشه منتشر شد ولی همچنان همون مسیر همیشگی ترویس اسکات رو داریم میبینیم ترویس اسکاتی که تو این ترک توی اسکیپ پلن میبینیم همون ترویس اسکاتی که تو پنج سال اخیر توی پروژه های مختلفش مشاهده کردیم و حتی تو این ترک اون ایده های متنوعی که توی سینگل ترک های دیگهش داشت رو هم نمیبینیم و یک ایده است که تو دو سه دقیقه کش داده میشه و با اینکه موزیک ویدئوی خیلی خوبی داره و آرتورک خیلی خوبی رو داره ولی خود ترک چیز همچین دلچسبی نیست ترک بعدی که میریم سراغش یه ترک جدید از گرین دی به اسم هولی تولدو که یه قدم توی یه مسیر جدیده برای گرین دی گرین دی از اون ریشه های پانکش داره فاصله میگیره و یه مسیر کلاسیک راکن رول تری رو داره انتخاب میکنه به طور خاص توی این ترک اگه به بیس و درام و لاین های بیس و درام کار توجه بکنید تاثیر اون موج اولیه راک رول و صحنه موتان رو توی کار میتونید ببینید ولی پرفورمنس کرینجی بیلی جو آرمسترانگ و عدم خلاقیت توی دوباره ساختن اون صحنه که ازش الهام گرفتن چیزی که این ترک بسمت روی در دردوندی یک قرار میده گرینده توی کل بازه های زمانی که داشت فعالیت میکرد به نظر من یه گروهی بود که داشت نشخار ایده های خلاقتر و مهمتر صحنه که ازشون الهام میگرفت رو به یه حالت پاپتری تولید میکرد و به مخاطباش ارائه میداد و واسه همین معروف هم شده اینقدر و کسی بود که میگرفت مثلا موسیقی پانک رو توی بازه زمانی اولش پاپ میکرد و اون چیزایی که موسیقی پانک رو جذاب میکرد و از بین میبرد تلاش میکرد با شعرهای پیش پا افتاده ای که می‌نوشت بیلی جو آرمسترانگ واسه مخاطب عام قابل درک و قابل حضم بکنتش و بهشون ارائه بده و الان به نظر میاد که واسه با موتان و کلاسیک را داره این کار انجام میده که واسه من خوشایند نیست و کلا بی جارمسترانگ و گریندی یه مقدار اذیت کننده داره میشه مسیری که پیش گرفتن خب بریم سراغ کاتگوری ولرم اولین ترک ترک اروتا از تامارا یه ترکی که من توی رادیو جوانی نفس بهش برخوردم و میوزیک و لیریکسش با تامارا بوده و پرودوسرش الیانر بوده توی این ترک تامارا نشون میده که توانایی ترانه سورایی و آهنگسازی خیلی خوبی داره من صدای اوکلله اون زیر رو خیلی دوست داشتم و ساختاربندی ترکم جذاب بود کروس کچی داشت ولی یه مقدار هم محتوای داستان شعری که نوشته بود هم مسیری که ترک تی کرده بود واسه من تیپیکال موسیقی پاپ ایرانی بود و به نظر من اگه همین مسیر رو پیش بگیره و یه مقدار به موضوعات جذابتر و نیشتری به پردازه میتونه آرتیست جذابی باشه آرت بورک کار چیزی بود که منو تو وهله اول جذبش کرد و با اینکه کار اونقدر عجیب غریبی نیست ولی اگه این صحنه سینگر سانگ رایتر جدیدی که توی ایران به وجود اومده و آرتیستی مثل مثلا شوین حاجی پور فعالیت میکنن و دوست دارید تامارا آرتیستیه که توصیه میکنم به سراغش و دنبال کنید مسیرش رو ترک بعدی ترک اوت رایت از پست مالون و ویکند یه همکاری بین دو تا آرتیست که خیلی ها از جمله من منتظر همکاری بینشون بودن دو تا آرتیست که هر کدوم مسیر خاص خودشون رو رفتن ولی جامعه مخاطبشون اشتراک خیلی زیادی با همدیگه داره این ترک اون چیزی نبود که من انتظار داشتم حقیقت دوستان من انتظار شیمی خیلی بهتری بین این دو نفر داشتم انتظار داشتم کیمستری که بین پستمنو و ویکند وجود داره باعث بشه که اثر نهایی که تولید میکنن یه چیزی بیشتر از مجموع این دو تا باشه <تصفح> ولی اثر نهایی به هیچ وجه بهترین کار این دو نفر نبود و به نظر من کورس کار خیلی ضعیف بود اون کچی بودن داستان که یکی از نقطه قوته کارهای جفت افراده توی این کار وجود نداشت و با اینکه ورساشون به نظر من هر کدوم جذاب بود و بیت کار بیت خیلی خوبی بود و یه فاز اولد سکول پاپی که داشت واسه من خوشایند بود ولی در نهایت ترکی که بعید میدونم به خاطر سپرده بشه و مثل ترک های دیگه این دو نفر تبدیل به هیت بزرگ بشه میگم من امید خیلی زیادی واسه این ترک و همکاری این دو نفر داشتم ولی در نهایت این ترک اون چیزی که به نظر من حقش بود در نیومد ترک بعدی از اون تجربه بازگشت من به صحنه متال و دوباره مرور کردن یه سری آرتیست که دوست دارم و دنبال کردن آرتیست های جدید نشعت میگیره یه مثل تو... یه آرتیست که نه یه بندی به اسم تورمیون کتیلاته که سینگل ترکی به اسم هنگیتا داده بیرون حالا این بند چیه و چرا من بهش گوش دادم من تو طول هفته دنبال یه آرتیست جدید میگشتم و به این بند برخوردم که موزیکش یه ترکیب عجیب غریبی از اون موسیقی صحنه کلابینگی اروپاست به همراه یه تیکه هایی از بلک متال و دس متال و این ترکیب که تو نگاه اول اونقدر چیز جذابی نباید در بیاد واسه من جذاب بود حداقل مخصوصا اون المان بسری که همراه کار توی موزیک ویدیو ارائه شد محصول رو بهتر و بهتر کرد اگه موزیک ویدیو رو میخوایم ببینید توصیه میکنم جلو خونوادهتون نباشید ولی توصیه میکنم به این ترک گوش بکنید اگه به موسیقی اینداستریال علاقه دارید و بلک متال گوش میدید یا اینکه کلا صحنه متال رو دنبال میکنید و در این حال از موسیقی الکترونیک هم نمیاد این ترک چیز بدی نیست اونقدر چیز عجیب غریب خفنی نیست که بخوام پیشنهاد بکنم ولی این ترک با حالی بود که تو طول هفته بهش برخوردم گفتم تو برنامه توی این بخش ولرم بشی اشاره بکنم چون میگم شبیه بهش و موزیک کم شدیدم ترک بعدی سینگل ترک جدید اسلیپنات به دفی چیپل رگه که همون سینگل همیشه همیشگی از فرمول همیشگیشون استفاده میکنن و کوری همون وکال پرفورمنس همیشگی رو داره و به غیر از تغییر ماسکاشون من تغییر خاصی رو تو گروه اسلیپنات نمیبینم فقط یه مقدار ادویه بلک متال تو یه تیکه های خاصی از ترک به مجموعه کار اضافه شده که در نهایت تغییر خاصی توی اون فرمول اسلیپنات نداده و اگه طرفدار اسلیپنات باشین از این ترک خیلی خوشتون میاد باش حال میکنین با شت میزدین و بنگر محسوب میشه ولی اگه مثل من از اون فرمول اسلیپنات خسته شدید کار خوبی نیست اونقدر ترک بعدی ترک سوانگینان وست هایمر از دان آرتیست اهل هیوستونه این ترک که سینگل ترکیه از آلبوم لایف آف دان که دو سال آینده از دان منتشر میشه یکی از ترک های بهتریه که من تا حالا از دان شنیدم ترکی که در مورد روابطی که با یه نفر دیگه داشته و خاطره هایی که با یه نفر تونسته تو طول زمان بسازه خونده شده من انتخاب بیت های دان فضایی که توی ترکاش درست میکنه و نحوه تران سرایش رو خیلی دوست دارم اینکه چجوری داستان رو تعریف میکنه یه فضا رو چجوری اجزای مختلفش رو کنار هم قرار میده تا کسی که داره شعر رو میشنوه بتونه خودش رو تو اون فضا تصور بکنه و به طور خاص این ترک که در مورد یه قرار با یه خانومی نصف شب توی یکی از خیابونهای هیوستون صحبت میکنه موقعی که من گوش میدادم و به شعرش توجه میکردم دقیقا منو یاد یه سری خاطره مینداخت که شبیه به اون خاطره هایی بود که دان داشت تصویر میکشید و واسه من خیلی خوشایند بود دان تالیور کلا آرتیست جذابیه اگه این موج ملودیک ترپ آرتیستا رو دنبال میکنید صد درصد به کارهای دان برخوردید و توصیه میکنم برید و به آلبوم قبلیش گوش بکنید و منتظر آلبوم بعدیش لایف اف باشید چک آخری که توی بخش ولرمی هم سراغش اگه طرفدار دو متال نباشید احتمالا ترک بدی به نظرتون میرسه واقعا من نمیتونم از این ترک دفاع کنم و بگم ترک خوبیه ترک اسلیف تو مستر از گروه اپیل هورس نیم دسه میام من دفاعی از اینکه چرا این ترک رو تو بخش ولرم گذاشتم و چرا اصلا انقدر دوستش دارم و توی این برنامه دارم بهش میپردازم ندارم من تو بچگی عاشق تایپو و صحنه دوم متال بودم بعد از اینکه تایپو نگتیو از بین رفت بر از فوت پیتر استیل یکی از اعضای گروه اپیل هورس نیم دس رو به وجود آورد و اون مسیری که تایپو نگتیو داشت توی صحنه دوم متال پیش میرفت و با این گروه ادامه داد و این ترک اسلیف تو د مستر ادامه مسیریه که این گروه توش پا گذاشته و وکالیست این گروه توی ترانه‌ای که نوشته در مورد نگاه پوچگرایانش به زندگی صحبت میکنه در مورد گذر زمان و مواجهه با این موضوع که داره پیر میشه و بهترین روزاشو پشت سر گذاشته صحبت میکنه در مورد استرس ناشی از اینکه میبینه دوستاش کم کم دارن میمیرن جدا میشن ازش و زندگیشون از هم میپاشه صحبت میکنه در مورد رابطه عاطفی که با زنش داره و مشکلاتی که تو اون رابطه به وجود اومده زندگی صحبت میکنه و شعر این کار رو من تاثیر خیلی زیادی گذاشت و حقیقتش من یه مقدار فاصله گرفتن پیل هورس نیم دس از اون گیتار سنتریک بودن و وارد کردن پیانو به کارها و اهمیت تاکید داشتن رو اون پیانوی توی کارها رو هم دوست دارم و اگه دو متال رو دوست دارید توصیه کنم این کار رو گوش بکنید ولی اگه دو متال باز نیستید <applause> اصولا اون کار خوبی نیست کلا اگه دو متال باز نیستید دو متال بعید میدونم به گوشتون خوش بیاد ولی شعر این کار واسه من عزیز بود و کلا این گروه به قلب من نزدیکه خب بریم سراغ کتگوری داغ کتگوری که توش موزیک پیشنهادی هفته هم معرفی کنم اولین تایی که میبینیم سراغش چرک کارتو هاشمی از تیکار داریش تبهکار که تحت لیبل کاربازی منتشر شد و یه فریستایل یه دقیقی بود که خیلی سفت و سخت همون اون یه دقیقه بودنش پایبند بود و این باز من فکر کنم که احتمالا این فریستایل قرار بود یه ورژن تصویری هم داشته باشه که روی اینستاگرام بیاد بیرون وگرنه اون یه دقیقه بودنش دلیلی نداره واقعا انقدر سفت و سخت یه دقیقه دقیقا باشه ولی در نهایت نسخه تصویری نداشت فری استایل و تو قالب یه فایل صوتی تو ساوندکلاود کلاود آپلود شد اکزیکیوتیو پروداکشنش با دی اکسن و امینک بود میکس و مسترینگ رو آرمان میلادی انجام داد و آرت ورک رو هم کرییت بای زده بود تنها نقطه ضعفی که من تو این کار میبینم و به نظرم میتونه کاربازی و داریش توکر رو به یه لول جدیدی برسونه نبود یه پرودوسر خوب بالاسر کاربازیه که ارتباط برقرار کنه با آرتیستایی که توش فعالیت میکنن و مناسب با ذائقه اونا بتونه واسه یه بیتی رو بسازه که بتونن بهترین ورژن خودشون رو اون ارائه بدن جدا از این مسئله دایوش رو این به نظر من بهترین ورژن خودش تو این چند تا ترک اخیرش و این چارچوب جدیدی که توش فعالیت میکنه رو ارائه داد و تونست نشون بده که تکنیکاش رو تونسته تمیز بکنه سیقل بده و من امیدوارم که همین مسیر رو ادامه بده و با جهدهی دی اکسن و استراتژی که واسه کاربازی چیده بتونه مجموعه خوب رو ببنده و طرفتاراش رو غافلگیر بکنه ترک بعدی که میرم سراغش ترک تو ایزی از گانا و فیوچر ترکی که هفته پیش منتشر نشد ولی من نشینه بودم و تو طول این هفته شنیدمش و نکته جذاب این ترک اینه که گانا موقعی که شروع به فعالیت کرده بود و اوایل کریرش بود همکاری زیادی با یه پرودوسر به نام ویزی داشت بعد از اینکه تونست به اوج برسه و چندتا استودیو آلبوم درست بکنه دیدیم که کم کم از ویزی فاصله گرفت و پرودوسر دیگه شروع کرد به کار کردن ولی این ترک بازگشتیه بین اون ترکیب ویزی و گانا و کل موضوع ترک هم همینه که وقتی ویزی و گانا با هم دیگه جفت میشن هیت درست کردن خیلی کار آسونیه و اصلا واسه همین اسم ترک تو ایزیه و فیوچر هم تو این ترک یکی از بهترین ورس شد توی این هم مجموعه همکاریایی که چند وقت اخیر انجام داده ارائه میده و ترک ترک خیلی خفنیه توصیه میکنم حتما اگه ترپ رو دوست دارید گوش بکنیدش ترک بعدی که میرم سراغش ترک قرص از هیپاپولوژیست متینم و کاگانه ترکی که سروش مسیرش رو یه مقدار عوض کرده و برخلاف ترکیه که تو چند وقت اخیر منتشر کرده شروع کرده به یه داستان مشخص و سر و رو گفتن با اینکه خطی داستان رو بیان نمیکنه ولی من داستان سرایی سروش رو خیلی دوست دارم و اینکه چجوری مسیر رو پیش میبره و مخاطب رو یهو یه چند جا با تویستایی که توی داستانش داره قافلگیر میکنه واسه من خیلی جذابه جدا از اون ساختار بیت ترک که اول داستان و موقعی که سروش داره ورساش رو ارائه میده درام‌لاین نداره و بعد از اینکه سروش ورساش تموم میشه یهو با اون پاساژ دراملاین به ترک معرفی میشه واسه من خیلی جذاب بود و اون پاسش که یکی از امضاهای متینمه به نظر من یکی از بهترین اجزای ترک بود و در نهایت قرص یکی از ترک‌های خفن هیپ‌هاپولوژیسته که به نظر من یکی از افرادی خواهد بود که چشمانداز آینده ای فارسی رو مشخص میکنه خب ترک بعدی که می‌ریم سراغش یه ترک از یکی از گروه های استوره صحنه کلاسیک پروگرسیو راک به نام جتروتول که اسم ترک شوشانا اسلیپینگ از آلبومشون که قراره بیاد به نام دزلت جین که از سال 2017 در دست ساخت جتروتول و به طور خاص فرانتمنشون آین اندرسون حق زیادی روی صحنه پروگرسیو راک دارن یکی از اولین کسایی هم که یه سری از علمان های موسیقی فولک آمریکا رو تونستن وارد صحنه پروگرسیو راک بکنن و از دهه هفتاد تا الان پشت سر هم آلبوم های باکیفیت و سینگل های باکیفیت رو دارن ارائه میدن و این ترک هم چیزی خارج از اون مجموعه ترک های خفنی که تو کاتالوگشون بوده نیست و با اینکه شاید این هاردکور فن جتروتول بودن من توی تصویری که از این ترکم دریافت کنم تاثیر بذاره ولی توصیه میکنم شما هم به این ترک گوش بکنید و به طور خاص اگه پروگرسیو راک رو دوست دارید و تا حالا جتروتول نشدید برید سراغ این ترک قول میدم خوشتون بیاد ترک بعدی که میرم سراغش بازم یه ترک از صحنه پروگرسیو راکه ولی این بار برخلاف جتروتول ای بابا این ترک یه پایین من دارم حرف می‌زدارم میرم پایین <تصفیح> برخلاف جتروتول که یکی از اسطوره های صحنه پروگرسیو راکه یه گروه مدرن تر توی این صحنه است که تونست با گرایش آلترناتیو تری که به پروگرسیو راک دارن یه فضای جدید رو توی این صحنه به وجود بیارن گروهی که در موردش صحبت میکنیم کوهیدن کمریا و ترکی که در موردش صحبت میکنیم رایز نایانشا یکی از ترک هایی که از آلبوم جدیدشون که قرار منتشر بشه به عنوان سینگل ترک اومده بیرون و من داستان سرایی گروه کوهیدن کمریا و اون منقطع بودن ساختار ترکشون و سکته هایی که توی دلیوری وکالیست وجود داره واسم خیلی خوشاینده به طور کلی کویدن کمریا یکی از گروه هاییه که توی صحنه پروگرسیو راک تونسته دووم بیاره حدود ده ساله داره تو اوج خودش فعالیت میکنه مخاطب خودش رو پیدا کرده و تو بازه زمانی که پروگرسیو راک اونقدر طرفدار نداره و گروه های زیادی توش فعالیت نمیکنند و معمولا گروههایی که میان بعد از یکی دو سال چون نمیتونن پول زیادی در بیارن محو میشن کوهید یکی از اون استثناء هاست که تونسته زنده بمونه و یه جورایی این صحنه رو رو دوش خودش نگه داره جتروتول و کوهیدن کمریا خیلی تضاد جالبی با هم دیگه دارن توصیه میکنم این دو تا سینگل و پشت سر هم گوش بکنید و گذشته پروگرسیو راک با حال و آینده پروگرسیو راک رو کنار هم ببینید و ببینید که چقدر گروه های مثل جتروتول روی موزیک گروه های مثل کوهیدن کمریا تاثیر گذاشتن و چقدر کوهیدن کمریا و گروه های مدرنتر زنه پراگرسیو راک دارن زیبا و مسیر گروه های مثل جتروتول رو پیش میبرن. که بعدی که میسراغش تک بد سیچویشنز از موری موره یکی از آرتیستاییه که مثل دانتالیور توی صحنه ملادیک ترپ وارد شد و فعالیت میکنه و یه چیزی بین رپ خوندن و آرنبی کارایی که تولید میکنه ورسای خیلی قوی داره و در عین حال که روی صداش کنترل خیلی زیادی داره رپر خیلی خوبیه و قلم خیلی خوبی داره و تو این ترک یعنی بد در مورد زندگی قبلیش قبل از اینکه به یه سوپر تبدیل بشه و جیباش پر و پول باشه صحبت میکنه و در مورد این صحبت میکنه که چه جوری مشکلاتی که تو خیابون داشت نسبت به مشکلاتی که حالا که پول داره واسش پیش میاد قابل حل کردن تر بودن و راحت تر بود مواجه شدن باهاشون و تاریک بودن زندگیش حتی وقتی که به اهداف اولیش رسیده رو به نمایش میذاره ترکیه که موری توش از دردهاش صحبت میکنه و به نظر من این ترک بهترین ترکی بود که تو طول هفته گوش دادم و اگه میخواین این هفته یه ترک گوش بکنید توصیه میکنم به این سراغ ترک بد سیچویشن از موری ترک بعدی و ترک آخری که این هفته میوم سراغش یه ترک دیگه است از گروه سیلکسانیک که از بورنومارس و اندرسون پاک تبدیل تشکیل شده و توی آلبومشون که اسمش سیلک عضو افسانه ای گروه فانکادلیک به عنوان هست و ام آلبوم حضور داره و این ترک یعنی اسپوکین اپ ویندو یه قدم دیگه توی اون مسیر بک به پاپ دو دهه هفتاد و 80ه و من که عاشق پاپ اون بازه زمانیم به تب این ادای احترام برونو مارس و اندرسون پاک باسم خیلی جذابه و به طور کلی این آلبوم به نظر من یکی از بهترین آلبوم هایی بود که تو طول سال 2021 منتشر شد و اگه موزیک ویدئوی این کارو ندیدی توصیه میکنم حتما برید و گوش بکنید یه ترک دیگه ای که تو این هفته موزیک ویدیوش اومد بیرون نایف تاک از دریک 21 سوج و پراجکت پت بود که ترکش به نظر من یکی از بهترین ترک های آلبوم سرتیفاید لاور بوی بود ولی موزیک ویدئوش به طرز عجیب غریبی بد کار شده بود من ایده ای کارو دوست داشتم که یه چجوری میگم الهاماتی از سینمای ترسناک سیاه سفید سامت گرفته بود خب ولی انقدر ویدیو بعد تم... نسخه نهاییش بعد کنار هم قرار گرفته بودن شاتا و انگار بدون هیچ بودجه ای ویدیو درست شده بود که به نظر من باعث شده اون ترکم تصویری که توی ذهنم داشتم از بین بره یعنی من یه ترکی بود که دوستش داشتم موزیک ویدیوش انقدر بد بود باعث شد من فکر کنم حالا حالا به اون ترک دوباره گوش نکنم موزیک ویدوش واقعا به طرز عجیب غریبی بد بود جایی کلا اتفاقای عجیب غریبی توی کریرش افتاده یهو هم میبینی لابلای یه سری موزیک ویدیو که واقعا جزو خفتره موزیک ویدیو تاریخ ای یه سری موزیک ویدیو اینجوری میده بیرون که انگار روشون یه ساعت وقت گذاشته و نمیفهم واقعا هدف چیه ولی اونم توصیه میکنم ببینید و ببینید من دارم اشتباه میکنم یا که نظر شما همینه خب بچه این بود این اپیزود از موزیکای این هفته اونجا شما لذت برده باشید لینک توییچ من که کانالیه که تازه باز کردم و توش لایو استریم میام توی دیسکریپشن قرار گرفته اونجا بیاین بیشتر با هم هستیم بیشتر صحبت میکنیم و اینکه کانال اصر مبارزه که پادکستیه که منو با امداد به طور هفتگی ضبط میکنیم لینکش توی دیسکریپشن قرار گرفته کانال یوتیوبش رو سابسکرایب کنید اونجا هم به طور هفتگی با هم هستیم و در مورد ام و رسمی ترکیبی صحبت میکنیم اندیوال شو مکتب رپ که اندی والشو برنامه ای که با فرشاد به موزیک های رپ افغان ریاکشن میریم توی کانال افغان بیتز قرار گرفته و مکتب رپ هم اپیزود سومش این جمعه ساعت ده شب منتشر میشه که توش در مورد دهه 90 توی تاریخ هیپ صحبت میکنم به طور خاص اینکه چجوری جوری به وجود اومد و صحنه های دیگه به موازاتش رشد کردن افول کردن و چه آرتیست های فعال بودن تو اون زمانی همین تا هفته دیگه کامنت بذارید سابسکرایب کنید فیدبک بدیم بهم به